افغانستان خیلی ولایت زیبا و دیدنی داره از هر لحاظ اگر ما بگوییم، اما به خاطر امنیت خرابی که داره مردم نمیتونه به گونه خیلی آزاد گشت و گذار بکنه، که یکی از امو ولایت امروز مد نظر گرفتیم که روی صحبت میداشته باشیم و ولایت نورستان است که از لحاظ امنیت و معارف میخواییم صحبت بکنیم، که آقای صدیق الله نورستانی رو با خود داریم، معاون شورای قومی نورستانیان هستن. خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر. بخیر و سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمت هست. خیلی خوب، صبح رو چی بین آغاز کرده؟ خوب بود. خیلی خوب، در ابتدا میخواییم از خودتان در مورد خود ولایت نورستان بشنویم که ولایت نورستان چی از لحاظ فرهنگی و زیبایی چگونه یک ولایت است؟ ولایت نورستان در شمال چرق واقع داره و با بدخشان، کنر، لغمان و پنجشیر هم مرز است و او طرف با خط دیورن 105 کیلومتر ما 150 کیلومتر خط مشترک داریم و فرهنگ مردم نورستان هنوز هم زنده است و آثارهایی که در اینجا وجود دارد، بیشترین آثار در موزه ملی افغانستان از نورستان است. اون مردم تابال فرهنگ که 100 سال قبل داشتن تا امروز زنده نگه داشتن و آثارهای فراوان در نورستان داریم که رئیس جمهورم هدایت داده که بزرگترین موزیم در نورستان شکل بگیره به خاطر زنده نگه داشتن امی آثار عتیق و چیزهای فرهنگی که ولایت نورستان بیشترین اختیارات فعلا هم داره و فرهنگشان تا هنوز هم زنده هست، یعنی تغییر نکرده، دست نخورده و میتونیم برای فرهنگیان کشور، کسایی که میخواین برن به نورستان، یکی از ولایت های بسیار پرمرفه و با شکوه از لحاظ فرهنگی است. خیلی خوب، طبعا که تمام ولایت افغانستان زیباست، ولی بین از لحاظ امنیت بر ما بگوین، در کل امنیت تمام ولایت خراب است و بین امروز بیشتر از نورستان بشنیم که امنیت نورستان در چه وضعیت است؟ ببینین، مشکل امنیت که است مشکل افغان ها نیست، ما فقط قربانی جنگ هستیم، نه برنده جنگ نه بازنده جنگ، بلکه قربانی جنگ در شرایط فعلی. متاسفانه ما شاهد هستیم تمام افغانستان بخصوص ولایت نورستان و اکثریت ولایت ها نام نستن امروز. بله بله. و از این نگاه بسیار صدمه وارد شده به نورستان. هم من پیشترم یادآور شدم 150 کیلومتر بیشتر با پاکستان خط مشترک دارد و در این امتداد 150 کیلومتر هیچ نیروی نظامی وجود ندارد قطعا، و 150 کیلومتر بر روی شورشیان طالب باز است و از این طریق بسته افغانستان کمال میشه. بله. یک نقطه بسیار قابل توجه است که دولت مرکزی باید توجه کند، اقل با پلیس نمیتونه ما اونجا امنیت بیاریم. در تمام نورستان 3000 پلیس نمیتونه که تمام نورستان رو پوشش بده. باز پلیس برای دفاع از تمامیت ارضی نیست، او به خاطر عزیز که از قانون دفاع کنه. برای تمامیت ارضی نیروی نظامی اردو داریم، اساکر سرحدی داریم. متاسفانه در بسته نورستان که 150 کیلومتر با پاکستان خط مشترک داریم هیچ نیروی نظامی در آنجا وجود ندارد. امروز این مردم است که همت میکنند و همیش در دفاع از دولت قرار دارن، همیش شورش قومی بر میخیزه و آنها را سرکوب میکنن. بالاخره این مردم هم یک روز ناچار میشه. بله. چون نه کدام اقدام از طرف دولت است، نه کدام برنامه از طرف دولت است که آنها تمویل و تجهیز شوند. مشکلات در نورستان وجود دارد از نگاه امنیت. فعلا هم کمبود پلیس است اونجا، حتی هم پلیس که داریم پلیس هم کمبود داریم اونجا، تقریبا چند صد نفر اضافه تشکیل میشه، در حالی که اونجا اردو می بود، اونجا اساکر نظامی می بود و از بالاخره یک ولایت بشمار افغانستان هم، نورستان هم جزء از افغانستان است، کدام کشور بیگانه نیست. نورستان هم در افغانستان امتداد داره و در این همیش مبارزه کرده، در جهاد افغانستان نقش برسزایی داشت. جهاد افغانستان از نورستان آغاز شده و تمام افتخارات جهاد بر نورستان برمیگرده
ولی امروز در این اثر که فراموش میشیم قابل نگرانی و سوال برانگیز است برای ما. بله بله. چرا صدایتون را بلند نمیکنین؟ چرا سخنی نمیگین که به گوش دولت برسه؟ متاسفانه ما خواهمش آمدیم، همیش همی داد زدیم، بالاخره وقتی که صدای عدالت خواهی را بلند کنیم به عنوان یک متعصب شمرده میشه. اینجا دوبینگی دولت نمیفهم که چی جریان دارد. قوم اقلیت همیشه بلیده میشه متاسفانه. ولی قوم بزرگ هر آن چیزی که انجام میتن، من احترام به تمام قوم دارم، ولی قوم کوچک که وجود دارن آنها را هم جز از افغانستان بشمارند و صادقانه با هم دست برادری دراز کنند و با هم یک افغانستان واحد بسازیم. بله. نمیتونیم که یک قوم به هر آن چیزی که انجام میده او اونجا توجه صورت بگیره، ولی یک قوم که بیخی حتی فراموش شد که بخش وطندارا نامشان بگیریم میگن جزء افغانستان است یا نیست. طبعا بله. یعنی دولت تابال هیچ کدام اقدام نکرده؟ دولت توجه داره، دولت توجه داره، فقط بخشای خود فعال میسازه. فرض مثال هم ادارات ارگانهای خود فعال میسازه. او لازم است که بسازه. خیلی او اداره که ساخته نشده کجا برن؟ در خانه که بالاخره تا چقدر کرانشین باشن. دولت فقط همقدر توان داره که بخشای خود فعال بسازه. در غیر از او برای رفاه مردم، برای آسایش مردم هیچ اقدامی نکرده. ما ولسوالی داریم که تا امروز موتر ندیدن. شاید بر شما تعجب آور باشه ایسا. بله. تا امروز موتر ندیدن، سرک تا امروز نرفته. وقتی که از ولسوالی به مرکز نورستان میان مجبور است از ابدا ولسوالی بیاید، چون در امتداد از ما ولایت نورستان به سه بخش تقسیم است: نورستان غربی، نورستان شرقی و نورستان مرکزی. از نورستان غربی که با مرکز بره، نورستان غربی با مرکز وصل نیست. بله. مجبور است به لغمان بین، از لغمان به جلال آباد بین، از جلال آباد به کنر برن، بالاخره به نورستان که حساب کنه ابدا ولسوالی میشه. به این مشکل مواجه هستیم. حداقل مامور که به مرکز میره حداقل کمترین هزینه 10000 افغانی است. بله. او بیچاره 10000 افغانی در این شرایط حساس از کجا کنه؟ خیلی خوب، شما از امنیتش گفتین که یعنی خیلی دشمنان از در اونجا فعلا اونا آزاد گشت و گذار میکنن. خب نورستان یکی از ولایت هایی است که جنگل فراوان دارد که به انتها جنگل سر تا سر نورستان با جنگل پوشانده شده. چند قبل داعش در ننگرهار حضور داشت، رسانه هم شاهد هستند. امروز از آچین ننگرهار رفتن به کنر، به دانگام دیوگل و به چپه در رسیدن. ما ترس ازی داریم که اگر یک بار می داعش که بسیار بیرحم است بیا به نورستان جا بجا شد، باز پس دشوار است که تمام افغانستان چی که تمام جهانم روی دست بگیره. باز چون نورستان یک ولایت استراتژیک است و یک ولایتی است که با جنگل پوشانده شده و ولایتی است که کوهستانی است، بدره تقسیم شده. بله. اونجا یک دفعه دشمن جا بجا شد. تا امروز طالب دارن، طالب قومی منطقه ایستن، او قدر تاثیرات ندارن. بازم اگه دارن بر دولت، یعنی دولت میتونه به بسیار شکل اساسی ها را از بین ببره اگر اقدام کنه. وقتی که این گروه دیگه که به نام داعش میاد اگر او حضور پیدا کنه، باز خیلی دشوار خواهد به نورستان آنها را شکست بدهیم. خیلی خوب، شما ولسوالی ها را گفتین که تا به حال موتر ندیده، مردم اونجا به چه وضعیتی هستن؟ آیا با مشکل مواجه نیستن؟ خب فکر کنیم وقتی که موتر ندیده باشن طبعا مشکلات زیادی دارن. حداقل موادی که از ولایت های دیگر میارن، مواد خوراکه، چی رقم را انتقال میدن؟ بله. وقتی که این مشکلات وجود داشته باشد طبعا زندگی از وام به مشکلات بسیار فراوان دچار هستن. آنها نمیتونن که آسایش داشته باشن و فکر کنیم که نورستان هم مانند کابل زندگی دارن، ولی آنها بسیار به مشکلات فراوان دچار هستن و ما همیش صدای خود بلند کردیم حداقل ولسوالی را به عنوان ولسوالی فعال بسازن. تابال به نام ولسوالی است، نه والی تابال ده، نه ولسوال تابال ده، نه قماندان تابال ده. پرسنل وجود داره، معاش کشیده میشه، ایف مایل میشه، ولی به نام اینجا تجارت صورت میگیره. ما حداقل همیش به دولت صدای خود بلند کردیم،
رفتیم بالاخره گفتیم امی ولسوالی خود جز از ولایت است ایل ادقل فعال بسازن که مردم بیان اینجا بفهمن که ما ولسوالی داریم اینجا ولسوالی داریم اینجا ولسوال وجود داره قماندان وجود داره در 10 سال پول کشیده شده 7 مایل شده و هیچ صورت بر ولسوالی نشده بله خیلی خوب امیدوار هستیم که رسیدگی صورت بگیره از لحاظ صحت بگین از لحاظ صحت عامه نورستان چه وضعیت است ما بیشتر هم یادوار شدم که ما با مشکلات زیادی یکی از مشکلات عمده نورستانیان صحت است ما بیشترین مشکلی که داریم صحت است فرض مثال ما یه وقتی که یک مادر ما یک خواهر ما یک همسر ما بله. یک دختر ما با مشکل دوچار میشه امو رقم مردها هیچ کلینیک در آنجا حضور نه این کلینیک هم اگر باشه اونجا فقط یک نرس وجود داره که او بجز از کارهای ابتدایی بالاتر چیز انجام داده نمیتونن مجبور هستیم او را با مشکلات بیاریم یا به ولایت لغمان یا به ولایت ننگرهار یا در این مسیر تلف میشن یا به هدف میرسن ما مشکلات بسیار زیاد داریم حداقل در بستن نورستان یک متخصص زن نداریم این سوال برانگیز است بله. کار ساده نیست که بسته یک ولایت باشه و یک متخصص زن نداشته باشه خانم ها بسیار با مشکل مواجه هستن در نورستان امیدوار هستم سی وزارت شهد و مسئله مرا بشنو و حداقل اقدام ابتدایی رو روی دست بگیره که این طبقه از مشکلات رهایی یابند و ما در نورستان پرسنل کلینیک وجود نداره کلینیکی وجود داره گفتم پرسنل وجود نداره امروز کدام شرکت شخصی ام قرارداد گرفته قرارداد که گرفته او با پول انگفت گرفته پول بسیار کم و دوباره نتونسته که پرسنل اونجا چیز کنه به مو خاطر چند نفر پر نرس ها رو روان کرده خلاص ما امروز شاهد هستیم که در تمام نورستان کلینیک ها بسته است طالب ها امروز مسلط هستند اونجا به هر ولسوالی به هر کلینیک خط فرستاده شده که امر است شما بند کنند کلینیک ها را امروز تنها به مرکز نورستان که پارون است کلینیک فعال است در غیر آن به 7 ولسوالی کلینیک ها در همه قریجات ها بسته است و مردم ما دیروز در تماس بودم شوراها هماهنگ شدند که بالاخره چی میکنن شما چی میخواین از من اگر کلینیک از دولت بسته میکنن من گفتم اگر کلینیک از دولت بسته میکنن بری خیلی شما خواهید خیلی چیز روی دست داشته باشین خیلی مردم چی کنن دیگه بالاخره نمی رقم مشکلات وجود داره در نورستان ما بسیار با مشکلات صحی روبرو هستیم 99% خانم ها ولادت در خانه شخصی صورت می گیرد و وقتی که در خانه شخصی صورت بگیرد فکر کنید چقدر به جنجال ها در کل در صحت نورستان ضرب صفر می دانم و مشکلات فراوان وجود دارد و ما از دولت مرکزی هم توجه دارم حداقل توجهی رو دست بگیرند که چرا دوبینگی بر یک ولایت بر ولایت دیگر وجود داشت در حالی که در 10 سال میلیاردها دلار سرازیر شد به نام صحت به نام این و آن ولی هیچ اقدام روی دست نگرفته من متاسف هستم به چنین رهبرانی که در رأس قدرت قرار دارن و از رای مردم تجارت کردن ولی توجهی نمیکنن بله واقعا خیلی مشکلات جدی است امیدوار هستیم رسیدگی صورت بگیره بیایم روز روی معارف و نورستان که اوضاع مکاتب آیا مکتبی هم است یا خیر که اطفال برن اونجا درس بخوانن یا هم او هم از خاطر امنیت خیلی بد بسته است ببینن معارف خود طبعا اساس یک کشور تشکیل میده معارف که وجود نباشه او کشور به بحران میره در افغانستان شاهد بودیم که مکتبای خیالی وجود داشت سیگار یک بازرس هم مورد تاکید کرده بود در نورستان بالاتر از 50,000 دانشجو است و خوشبختانه 17,000 طبقه اوناست آنها اعلان کردن آمار خیالی و
80% مکتب ها سرپناه ندارد، وقتی که سرپناه وجود نداشته باشد در فضای باز در افتاب سوزان تابستان و در هوای سرد زمستان و چه رقم تدریس کنند و چه رقم یعنی معارف نورستان امانتر که صحت مشکل داشت چنین مشکلات را معارف نورستان هم دارد. معارف نورستان فقط معلمین خیالی، دانش آموز خیالی، مکتب های خیالی و پلاه های فمیل میشه و های توجهی بر فکر کنیم در امی کانکوری که گذشت وقتی که 50,000 دانشجو را خود ریاست معارف نورستان و وزارت معارف افغانستان تاکید داره که در نورستان وجود داره، از 50,000 حداقل 1,000 در کانکور امروز دیمسال اشتراک می داشتن که نداشتیم، 100 نفر در کانکور اشتراک نداشت. وقتی که 100 نفر در یک ولایت اشتراک نداشته باشه، پس سوال برانگیز است این ارقامی که اینها میتونه ارقام خیالی است کاملا. بله بله، خب امیدوار هستیم باز هم که رسیدگی صورت بگیره. پیامتان را هم می داشته باشیم در آخر. پیام ما به دولت مرکزی، گرچه همیشه آمدیم پیام ها را گفتیم، ولی امیدوار هستم که دوبینگی ها را از بین ببره و توجه حداقل بر به عنوان یک ولایتی که جز از افغانستان است صورت بگیره. اینجا ما هم از جز از افغانستان هستیم و بله. اینجا سکون داریم، این مردم هم به شما رای دادن، حداقل توجه نسبی صورت بگیرد که از این مشکلات، از این بنبست برایم. بله، خیلی سپاس از شما، خیلی تشکر.